آره این پل نشه پل. سلام جناب. سلام. خیلی خوب شده. یکی میگه که باید 800 تومن چیزی کم بشه که برای چی؟ ثبت احوالته برای چی؟ ولی دست ما نیست، ما مقصریم. ببین من از ساعت این حسابو 20 سال اینجا دارم، گوش میده چی میگم؟ حسابو 20 سال من اینجا دارم، الان از حسابو نمیتونم استفاده بکنم. میگه آقا حساب اینجور حسابی وجود نداره. اومده میگه این مغایرت. مغایرت چیه؟ اگه شما میخوای مغایرت رفع بکنید، من باید اصلا مثبته بیارم، شناسنامه اینا که رفع بکنید یا کارت ملی دیگه. این دل دزدی ها یعنی چی؟ ببخشید من منظورم با شما نیست. این دل دزدی ها یعنی چی؟ حالا شما هر چی فریاد دارین همه مشکل سر من میزنه. نه نه ببین شما انتقال بده، انتقال دادیم بگو که مردم خر نیستن. راهزنی دریایی جواب نمیده اگر رشوه بهشون نمیدن، اگر میان 17 تا آمریکایی میگیرن نمیدونم جواب نمیده، نمیدونم آقا پول نمیدن، اینجوری دارن بکنن سر مردم. به هر نفری آقا جلوی حسابش رفته میره آبا ما پول بگیری جواب نمیده، مجبور بیاد اینجا آقا مغایرت داره، آقا اینجوری باید یه استلام از اداره صد بکنیم 800 تومان. نفری 800 تومان بگیریم چه چی؟ آخه یعنی چی؟ خیلی عرض بخوام چند تا قاز چرون گذاشتن مسئول این مملکت برای ما مسئول فلان. من از ساعت 12 رو به 12 اینجا علافه برای چی؟ برای چی؟ اون کسی که این تصمیم میگیره حداقل اینقدر برای مشتریش ارزش قائل باشه، یه نفرم ویژه بذاره برای اینجا که 2 ساعت و نیم علاف نشه. بعد شلوغ شده چند روز باور میکنه؟ یعنی ما خودمون یعنی ای لعنت هرچی یهوده، لعنت هرچی یهوده، انسان یهود بر روی هرچی مسلمانی که هستن، بخصوص مسلمانان جمهوری اسلامی با این وضعی که سر ملت دارن در میارن. این رسمش نیست، این رسمش نیست. یعنی آدم با یه حیوان اینجور برخورد نمیکنه که مسئولی جمهوری اسلامی با مردم اینجور نگاه بکنن. متاسفم ما خودمون اینجا داریم اذیت میشیم. من عذرخواهی میکنم، منظورم شما نیستید. این سیستم من میدونم چی. آقا پول چم آوردن؟ خب مگه مرض دارید اینقدر؟ خیلی عذر میخوام، زر مفت میزنید که تحریمتون بکنن. حالا افتادین به گو خوردن، زورتون به آمریکا نمیرسه، به اسرائیل نمیرسه، به مردم بدبخت بیچاره. مردم دیگه چقدر باید تحمل بکنن؟ این چیزایی که شما میگین همه حق با شماست، ولی ما به خدا باور کنید ما بدتر از شما اینجا اذیت میشیم. یعنی به حد اینقدر فشار زورش میاد. برای چی 800 تومان؟ خودت میدونی 800 تومان هیچ چیز نیست. ولی چرا همین 800 تومان؟ 800 تومان شما حساب کن آقا 30 میلیون نفر حساب می چه میلیارد میشه. اینقدر فشار کار رو ما زیاد شده به خدا، یعنی کار ما هم زیاد شده. یعنی ما اینقدر تو جلد طبیعتا همه مردم میریزن تو شعبه. دیدم من چند روز دیدم همش میاد صد تا خاطر حساب بسته شد اصلا دیگه. اومدن یه روز دیدم صدای مردم در اومد دیگه باز کردن. مثلا طرف اومده بود خدایش میگم پا چی پول تو حسابش بود، خواست پول بیمارستان بود نمیتونست بده. چرا از مرکز فرسود کرده بودن به خاطر مقدر سخت برای اینجا. حالا مشتری داد سرکی میزنه سر من رو بدبخت. مغایرت ثبت احوال باشه قبول، مغایرت سر من 12 سال پیش پسفند فامیلی ما برداشتم. خب ماشاءالله، یعنی اینقدر مهمه، اینقدر دقیقی، پس چجور این میلیارد میبرن و میدوزن کسی متوجه نمیشه؟ این همه مسئولین حالا مغایرت چی؟ آقا خب مغایرت آقا جون بیار ببینم توضیحات شناسنامت عوض کردی، بیا تموم شد رفت مغایرت بخون بره. فقط بهانه است بگه چی میگن سر قضیه لعاف ملاست. مردم بگیرن 1000 تومن، الان 1000 تومن رو کارت سوخت اینقدر بری نمیدونم این چیز بکنی فلان. آخه آخوند اصلا ذاتش جون به جونش بکنی گدا بوده هست و خواهد بود. خب الان هم مثلا این همه سرمایه نفتی آقا جون، پنجمی کشور از لحاظ نفتی گاز رو حساب کنی، دومی کشور به لحاظ نفتی، باز دارن هم مردم گدایی میکنن. چرا؟ چون صفت آخوند گداییه. موفق باشی، خدا نگهدارتون.